کجا میری؟ اینجا ببینم. یا بریم تا کسی ما رو نشناخته. چی شده ماما؟ ماما نیزه رو آروم تشاره اینجوری میکنی آخی؟ ما قرار نذاشته بودیم با هم. آقا در بست لطفا. بفرمایید. بفرمایید. چه سریع. طاهر خانم، ساعت چنده؟ یه رو به 11 است خانم جان. خب چرا نیومدن؟ نگران نباش خانم جان، حتما پروازشون تاخیر داشته. خانم جانم، خانم جان جانم، یه دقیقه بیا. بله خانم جان. رنگ و روم خوبه طاهره؟ ماشاءالله هزار ماشاءالله، عین هو دسته گل. نهار چی؟ نهار حاضره؟ خیالتون راحت، همه چی آماده است. دست درد نکنه، فقط اون کلید انبارم به این بده. کلید انبار برای چی میخواین؟ میخوام معلوم باشه. شما هر چیزی میخواد به من بگید، من براتون میارم. قربونت برم، من چیزی نمیخوام، فقط میخوام کلید پلون باشه. اومدن خانم جان، اومدن. ترانه عزیزم، وای مامان بزرگ، عزیزم الهی قربونت برم.
ای جونم، ماشالله 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 به تو. همیشه خوش سلیقه بودی. شما چه عطر خوشبوی زدی، میتونم بپرسم اسمش چیه؟ خوبی؟ خوبه. چه انگشتر خوشگل دیگه باید بزن. مامان سلام. سلام. خدا رو شکر شما سالمی. این طایره خانم ما رو زابرا کرده بود. فکر کردم خدای نکرده واسه شما اتفاقی افتاده. انتظار داشتی بیای جنازه مو ببینی؟ خدا نکنه. چه راستی طایره خانم تشبیه این قابل شما رو نداره. چرا زحمت کشیدید پوران خانم، شرمندم کردید. خواهش میکنم. داروهای خانم رو گذاشتم تو کمد. هر دو روزه یه بار یه سرم براش وز کنه. برنامه غذاییشون هم رو میز گذاشتم. بله بله. خوش اومدید. خانم جان دردت به قربونه عزیزم. کاری چیزی نداری؟ نه قربونت. با اجازه. خوش اومدی. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا. ولی مامان بزرگ خودمونی ما، از اون دفعه که اون فیلم ویدئویی رو برام فرستادی خیلی خوشگل‌تر شدی. دم شیطون‌تر شدی. بله. ترانه انقدر مامان بزرگ رو اذیت نکن. پشت بالا واسه تواز کن. پشت ببینم. نهار حاضره. شما هم میتونی نهارتون رو بکشیم. یه ساعت دیگه مامان. ترانه باشو بالا دیگه. میگم این پرده ها رنگ و روش خیلی رفته، عوضشون بکنیم بهتر نیست؟ دیوارا هم رنگ میخواد نه؟ خودم به فکر کاغذ دیواری کردنشون بودم. باشو برو. باید ببینی مامان بزرگ چی دوست داره. مامان بزرگ چی دوست داری؟ این اتاق دوران بچه گیت میشه. ای راستی اتاقم کدوم بود؟ سر جاشه. مامان برسی. مامان چی کار داری میکنی؟ این در چرا قفله؟ والا کلیدشو یه چند وقتی گم کردم، بعد قفل ساز بگیم بیاد در رو باز کنه. میشه با یه سوزنی سنجاق چیزی بازش کرد؟ ترانه شوخی کردم. بعد نیست بگیر دوش بگیر. برو. نهار ماکارانی مهمون ترانه خانومیم. آی نه ترانه. 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 من اینجا. باز چی از من دور میشی؟ مگه جایی نرفتم همینجا ماما؟ مگه به من قول ندادی وقتی اومدیم تهران هیچ کسی نفهمه اینجای مامان بزرگ رو ببینیم بریم؟ جز رفت؟ نه یادم نرفته. ولی مامان مگه من بچه‌ام؟ بعدم تو چته؟ چرا هول و هراس داری؟ واسه من هنوز بچه‌ای. تو اینجا رو نمی‌شناسی. تو شکمش پر از روتیل و عقربه. بیا بریم. شکلات برداشتی تو؟ آره نداشتیم. بریم از این ور بریم مامان. مامان جان از این ور می‌ریم دوباره برمیگردیم این مسیر. تو امروز من روانی کردی. ای چرا؟ ببخشید خان. ببخشید خانم. بریم ترانه جان بریم. پوران پوران خودتی؟ تو خودتی؟
عزیزم. عزیزم چطوری؟ خوبی خانم ایدری؟ کی اومدی؟ ببخشید نشناختم شما رو. مامان جان ترانه جان هستم. ترانه دخترم خانم هیدری همسایه اون موقعم. سلام خانم، خوشبختم از زیارتتون. وای ماشاءالله، هزار ماشاءالله، برای خودش خانومی شده. حالتون چطوره؟ ممنون، قربون شما. خوب، تو هم که همچین بعد از 15 سال هیچ فرقی نکردی. شما لطف داری، ممنون. راستی حال مامان چطوره؟ مامان که الحمدلله بد نیست. تو این مدت هم شما افتادین تو زحمت. نه کاری نکردیم، اون هم مثل مادر خودمون میمونه. قربونتون برم، شما لطف داری، ممنون. راستی چند روزی که اومدین شما؟ ما یه سه روزی هست که اومدیم. سه روزه اومدین و ما خبر نداریم؟ اصلا فرصت نشد خانم ایدری، میومدم سمتتون. آره. اگه سیاوش و سمیرا بفهمن که اومدین. خیلی دوست دارم ببینمشون. به وقتش عزیزم. فردا ما یه دوره همی داریم، خیلی خوشحال میشم شما هم بیاین اونجا دوره هم باشیم، خوش میگذره. فکر نکنم برسیم، چون ما خیلی کار داریم، باید بریم. ترانه جون شما بهش بگو اگر نیان تهرون با آتیش میکشم. باشه سعی میکنم. پس میبینم اتون. پس فعلا خداحافظتون. بریم ترانه. بله خیلی خوشحال از شما درد نکنم. خوب خانم ایدری؟ متشکرم، دستون درد نکنم. خیلی عجبه مونی خانم، یه سری به ما زده بچه برای شما بذارم. مرسی داداش سیاوش، بریم اون طرف، ترانه جون تنهاست. باشه بریم. فقط سمیرا، من بعد از این همه سال ایشونو میبینم اصلا نمیدونم باید چی بگم. داداش اینقدر خوشگل شده، بزرگ شده، بیا ببینش. من بعد جوری استرس دارم. نه استرس نداشته باش، تو ببینش. اینا داداش سیاوشم. سلام. سلام، خوشوقتم. یادت داداش اون موقع چقدر سر به سرم میذاشتیم؟ والا چی بگم، ماشالله ایشون انقدر تغییر کردن که اصلا نمیشه شناختشون. به هر حال خوشحالم از دیدنتو. به همچنین، خواهش میکنم بفرمایید. ممنون. بفرمایید. خب اگه منم تو سوئد بزرگ میشدم توی که داداشم این نمیشناختم. حتما آب و هواش به ایشون ساخته. ولی من از همون نگاه اول شناختمش. اگه گفتی چطور؟ چطور؟ از دماغش، چشاش و البته لبخندش. واسه شناخت یه نفر چشما خیلی مهمن. البته آبجی خانم، این شناخت منظور اون شناخت نیستا، چشما برای شناخت یه چیز دیگه است. حالا تو هی مچ بگیر، من سند دارم. اینهاش بیار. اینهاش چیه؟ فکر کردی از همون روز اول انقدر خوشگل بودی؟ میشه بدید منم ببینم؟ حالا چشماش ای شاید دماغ سوخته میخریم. این جشن تولد منه؟ وا ترانه جون، کیکو نمیبینی؟ اسم من روش نوشته. پس چرا من هیچی یادم نمیام؟ فیلم هندی که شما زیاد نمیبینی. چی؟ ببخشید من شوخی کردم، معذرت میخوام. اجازه میدید یه چند قدم با هم بزنیم؟ من فکر میکنم اونقدر تو گذشته شما بودم که بتونم یه چیزایی به خاطرتون بیارم.
خواهش میکنم، بعدم نمیام. پس بفهم. فعلا سمیرا جون. بعد اون همه سال سلام علیک بی خبر و بدون خداحافظی گذاشتی رفتی. آخه این رسمشه. آخه یه هایی پیش اومد میدونین، من خودم هم نمیدونستم. وا مردم چقدر زرنگن، چه زود همه چیزو فراموش میکنن. خاله منیر، گذشته ها گذشت، خواهش میکنم. چی بگم آخه، اون مسافرت اینقدر مهم بود که تو به خاطرش پشت و پا به همه چی زدی؟ ببینین خاله منیر، من آره تو، توی یه غیر از خودت هیچ کسو ندیدی. دیدی؟ من میرم به ترانه یه سر بزنم. خوش گذشت. سلام خاله مانی، ممنون، کمک نمیخواد؟ یادش بخیر، من یاد بابات انداختی، اون خیلی دوست داشت به همسایه ها کمک کنه. شما مگه بابای منو میشناختی؟ میشناختم، چه حرفا میزنی، و همه همسایه ها میشناختنش. امیدوارم لااقل شما یکی رو اذیت نکرده باشه. اذیت؟ برای چه اذیت کنه؟ تفلکی مامانمو که خیلی اذیت کرده، هنوزم که شبا میخوابه کابوس میبینه. نه 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 نه، اون اصلا اهل اذیت آزار نبود، اگه پا رو دمش نمیذاشتن کار به کار کسی نداشت. تورم خیلی دوست داشت. این آخریه یادم یه عروسک برات خریده بود، عین بلبل حرف میزد، انقدر واقعی بود که فکر میکردی داداشته. اسمش هم گذاشته بودی امیرحسین. خاله منیر اشتباه نمیکنی؟ بابام بله. عروسک خریده بود. بله برای من. بله. من چیزی یادم نمیاد. آخه من خیلی بچه بودم، بابا ما رو ول کرده رفته. ول کرده؟ کی هم چفری زده؟ مامانم. اگه به اون باشه لابد ناصر آقایی هم وجود نداشت. ناصر دیگه کیه؟ ناصر سلوکی، دوست بابا. مامانت هم خوب میشناستش، او ازش بپرس. وقت ندارم خودم یه جورایی راست و ریستش کنم.
کار میتونیم بکن. آبیه که ریخته رو زمینی گم نمیشه جمعش کن. تو هم با این حال روزت معلومه اون بچه نابود میشه. هرچی فکر میکنم طفل معصوم بچه هم گناه داره. چه تا الان؟ این قضیه بابا چیه؟ چرا راستشو به هم نمیگی؟ کدوم قضیه؟ من که قبلا بهت گفته بودم اون آدم مشکل روانی داشت، ما نتونستیم با هم دیگه زندگی کنیم، از هم جدا شدیم. کی از هم جدا شدی؟ چه فرقی میکنه؟ فرق میکنه، برای من فرق میکنه. درو باز کن ببینم، درو باز کن با هم دیگه صحبت کنیم، اینجوری نمیشه. از اون عروسک سخنگو چی؟ چرا هیچ وقت هیچی برام نگفتی؟ اصلا اون کجاست؟ اون عروسک نحس بود ترانه، ولی من دوستش داشتم. من داداش امیر حسین رو دوستش داشتم، من باهاش حرف میزدم. تو مگه یادته؟ نه ولی کسایی هستن که شاهدن. آخه چرا باید دروغ بگم؟ اصلا فرض کن که همه راست میگن، به حال تو چه فرقی میکنه؟ برای من فرق میکنه ماما. حداقل میفهمم پدرم یه هیولا نبوده، پدرم عاطفه داشته. من هنوزم میگم بابات یه هیولا بود که فقط به فکر کشتن و انتقام بود ترانه. ولی تو هنوز زنده ای؟ چرا؟ زنده؟ به خاطر اینکه محافظ داشتم، به خاطر اینکه پشتم به یه دیوار محکم بود. محافظ داشتی؟ ناصر؟ چی؟ گفتم محافظ داشتی؟ ناصر سلوکی؟ آره؟ چی داری میگی؟ ناصر کیه؟ من تو رو داشتم، من تو پناه تو زنده بودم ترانه. به چه قیمتی ماما؟ آخه به چه قیمتی؟ شمایید، بفرمایید. چی میخوای جون من؟ این چرت و پرتا چیه تو گوشت ترانه خوندی؟ چی شده؟ روانی شدی؟ افسار باریدی؟ ببین ناصر سلوکی به من چه ربطی داره؟ چرا داری ذهن این بچه رو مسموم میکنی؟ من مسموم میکنم یا تو با دروغ ذهنش پر میکنی؟ بچه خودمه، هر جور که بخوام باهاش رفتار میکنم، اینو بدون. همینجاست که آدم به شک میندازه. از وقتی که تو رفتی اونم گمگور شده. این یعنی چی؟ خب به من چه ربطی داره؟ ربطش اینه که شما دو نفر زندگی اون ایرجم نابود کردین. تو در عالم زن شوهری، اونم در عالم رفاقت. خجالت نکشیدی؟ پس فطرت تام روانی، این خود ایرج روانی. تفلکی ایرج دلش به کی خوش کرده؟ مثل آدم حرف زن ببینم چی شده؟ من اصلا آدم میبینم جلوام؟ بارو بینم بابا.
خیلی زحمتتون دادم. خب ایشونه که این زحمت طولانی نیست. ماما حرف نزن، ایشاله سایت سالهای سال رو سر نباشه. حال روز خودم رو بهتر میدون، بی خودی امید واهی به ام نده. ماما جانم چه حسی؟ این حال روزی که الان داریم، منظورم حس مردن. راستشو بهت میگم خیلی هم حس بدی نیست. آدم میتونه به زندگیش فکر کنه، به چیزهایی که از دست داده. به خدا پران من خیلی دلم خواست خوب زندگی کنم، خیلی سعی کردم. میدونم مامان، تو تمام سعیتو کردی. مطمئنی؟ آره همه سعیتون کرد. من خودم اصلا مطمئن نیستم. نه همینطوره، حداقل یکی اون بالا شاهد هست. آره اسمی که همین شاهد بالایی کار داده دستمون، یه جوهن هنکاری بود، یه گناه بود. حداقل ما میتونستیم به یکی بگیم. خب نمیتونستیم به کسی بگیم. چرا والا هنوزم دیر نشده، اصلا هم دیر نشده. با این عذاب گناه من اصلا میتونم سرم راحت تو گور بذارم. این حق اونه، حق اون بچه هست، باید بدونه. من اصلا به خاطر خودم نمیگم، ولی تران اگه بدونه نابود میشه. اشتباه میکنی، حقشه، این حق اونه دخترم. چه حقیه که داغونش میکنه؟ اون میمیره. با من کاری نداری؟ کجا؟ دلم پوسی تو این خونه. داری میریم با سمیر و اینا یه دوره بزنیم. حال خب بگیرش. این دیگه چیه؟ این آخرین آدرسی که از بابات داشتم، شاید به دردت بخوره. فقط یه شرطی داشتم و اون اینه که حق نداری تحت هیچ شرایطی باباتو اینجا بیاری. اصلا نمیخوام بفهمه که من ایرانم. مگه میشه مامان؟ ترانه اون به خون من تشنه است. آخرین باری که دیدمش داشتم ترکش میکردم، تو رو هم با خودم میبردم. همیشه از مشتاش وحشت داشتم. قانون تو رو به من داده بود، اونم هیچ کاری از دستش بر نمیومد جز این که دیوونه بازی در بیاره و تهدید کنه. آره تهدیدم کرد. اون روز از کوره در رفت، محکم سرمو کوبید به دیوار. هنوز تو کابوس هم صداشو میشنوم. گفت دفعه بعد که ببینمت میکشم. منو میکشه ترانه، از اون هرچی بگی برمی. شاید اینا که میگی واقعی نیستن ماما، شاید اینام جزی از همون کابوسات هم. هر جور میلت عزیزم، من اصراری ندارم که حرفای منو باور کنی. نمیدونم، شاید تقدیر من اینه که به دست اون کشته بشم. وای خدایا،
چرا دارم از تقدیرم فرار میکنم؟ بگیر. فراموش شدگان رشته بوکس، زندگی پرتلاطم قهرمان بوکس. بله. سلام. چی گفتی؟ تو مطمئنی؟ ها؟ خیلی ممنون، خیلی به هم خوش گذشت. خب خدا رو شکر، ما هم خواستیم به شما خوش بگذره. ممنون. نمیایم بریم خونه یه چیزی بخوریم؟ نه ممنون، سلام به مامان برس. سمیر تو هم نمیای؟ قربونه عزیزم، مرسی. تعارف میکنی؟ نه به خدا. پس فعلا خدافظ. ترانه. بازم ممنون. خواهش. خدافظ. خدافظ سمیر جون. خدافظ. Thank you.
برتر بسکتبال امروز برگزار شد. ببخشید خانم، فضولی نباشه، طوری شده بچه تو فکر. نه نه چیزی نیست، کاری از دستم برمیاد. ممنون آقا، شما لطفا حواستون به جلو باشه که تصادف نکنید. شما بیمید خانم، نگران نباشید. برای تعیین بدهی تمام هم یک دیدار بین دو بهتون نمیاد. چی نمیاد؟ مزاحمت. من که جسارتی نکردم، مثل اینکه اشتباهی سوار شدم. لطفا همین کنار نگه دارید. اتفاقا تنها جایی که درست اومدین همینجاست خانم. بزنید کنار آقا. خانم پازوکی نگران نباشید، غریبه نیستم. متوجه نمیشم. مگه شما خانم پازوکی نیستید؟ ترانه پازوکی. خوبه، پس شما تومه هاتون رو از قبل شناسایی میکنید. تومه کدوم دخترم؟ من دوست پدرتون هستم. چی؟ چیه؟ بهم نمیاد دوست کسی باشم. عمو ناصر؟ از ناصر رو میشناسی؟ یه چیزایی ازش شنیدم. خوب یا بد؟ نه خوب نه بد. چطور؟ تا اونجایی که من میدونم شما هم رفیق بابام بودین هم رقیبش. این دوتا با هم جور در نمیان. یه چند سالی با هم بوکس کار میکردیم، ولی من دو قد و قواره اون نبودم. ولی تو اون مسابقه آخر طوری عقده‌هاتون رو سرش خالی کردین که برای همیشه خونه نشینش کردین. از کجا میدونی مامانت راست گفته؟ شما از کجا میدونین که مامانم اینا رو بهم گفته؟ از کی گفته؟ خدا را شکر چیزی که این روزا زیاده کلاغه. راستی شما این همه سال کجا بودی؟ مامانم میگفت تو سفر سوئد قرار بوده همراه ما باشی، ولی یه دفعه غیبتون زد. اینا رو از همون کلاغه میپرسید. در هر صورت این دفعه اگر با مادر من روبرو بشی با من طرف. این شماره منه، راجع به بابات خبرایی دارم، به من زنگ بزن. ساکن بود سمت ترکید. حتما بابا ازم عکس گرفته. آره عزیزم، تو وسایل مامان بزرگت پیداش کردم. دارم دلشوره میگیرم، کجای زندگی گیرم، تو اینه این منم یا نه، یا با کابوس درگیرم. خدای من تو میدونی.
سمت تو کجا میرم؟ سلام. سلام آقا سیاوش، بعد موقعی که مزاحمتون نشدم؟ نه اصلا، داشتم یه چند تا دسته گل آماده میکردم. اینو بگیر بذار اونجاش، اون دسته گل رو میتریفه هم بذار پایین. خب چی شده؟ شما فکر ما افتادی؟ شرمنده، شما که حال روز ما رو بهتر میدونی. شوخی کردم. چه خبرها؟ والا یه نفر پیدا شده، مثل که یه خبرایی از بابام داره. چه خوب. نمیدونم میتونم رو کمک شما حساب کنم یا نه. چطور؟ مگه شما میشناسیده؟ ولی مثل که گم شدن بابام هم یه جورای زیر سر اونه. پس باید آدم خطرناکی باشه. منم برای همین به شما زنگ زدم. نه نگران نباشید، شما میتونید رو من حساب کنید. یالتون راه هم. ممنون. پس فردا میخوام باهاش یه قراری بذارم. گفتم که شما میتونید رو من حساب بکنید، اصلا نگران نباشید. واقعا ازتون ممنونم. فقط هیچ کس نباید از این موضوع با خبر بشه، به خصوص مامانم. از اون جهت هم خیالتون راحت راهم، دهن ما قرصه. حالا باید چیکار بکنید؟ حالا اگه اجازه بدین باهاتون هماهنگ میکنم. خداحافظ. رفقای دیروز، رفقای امروز، بازم موشتای آهنین و سلوکی، بازم سلوکی. کی تصورشو میکرد این دوتا دوست صمیمی یه روزی اینجوری دوباره هم باشن؟ اما این پازوکی که شما امشب میبینید اون پازوکی قهرمان نیست. واقعا چه بلایی سر رفت؟ وای وحشتناکه. به نظر شما برنده امشب ما کیه؟ حالا شما میتونید حرف بزنید و جایزه بگیرید. سلام. من میخواستم شما رو ببینم. عالیه، دیگه داشتم ناامید میشدم. یه جای خوب سراغ دارم که بیاید اونجا. نه اگه اجازه بدین مهر رو من تعیین میکنم. باشه، هرچی شما میگید. تو مرام ما خانوما مقدمه. ممنون، خدافظ. سلام. دیر که نکردم. سلام. نزیاد. من منتظرم. تو خوبی؟ گفتین از پدرم خبرایی داری. چی میل داری؟ حقیقت. شما چقدر عجیبی؟ جناب. بله. لطفا. بله بفرمایید.
جناب دو تا آب میوه با دو تیکه کیک. دو تا آب میوه دو تا کیک. چیزی که میل نداری؟ نه مرسی. یه خبر دست اول. خبر؟ من خیلی وقت ندارم. اون الان روبروی تو نشسته. کی؟ بابا ایرجت. واقعا که خواهش میکنم. شما حالتون خوبه؟ تو چی فکر میکنی؟ من که میگم خیلی بده. اون از حرفای دیروزتون، اینم از امروز. به نظر شما این عادیه؟ اون یه پلیتیک بود تا یه چیزایی دستگیرم بشه. دستگیرت شد؟ فراموشش کن. این ناصر سلوکی کیه؟ چرا مثل بختک رو سر ما آوار شده؟ کجاست؟ چرا همش حرف اونه؟ اسمشو نیار. اصلا چرا باید گم شده باشه؟ اصلا اسم اون عوضی رو پیش من نیار. من معذرت میخوام. کجا معلوم رفتار الان پلیتیک نباشه؟ تو آت بری. من گند زدم. به حالا چیکار کنم؟ یه نشونه، یه نشونه بده که قلبم راضی کنه. چه نشونه ای؟ وقتی که بلاز همه چی انکار بشه، نشونه به چه دردت میکنه؟ همش سوه زن، سوه زن پشت سوه زن. همه جملات مادر تو هستی. تو جمله بهتری سراغ داری؟ من پدر تو هستم. این کافی نیست؟ نه باشه، مهم نیست. فقط میخواستم مطمئن بشم مادر تو رو خوب تربیت کرده. حالا مطمئن شدی؟ هر وقت دخترم رو پیدا کردم بهش میگم. که وقتاتی گرفتم عوض میخوام. مامان میگفت خیلی میزنیش، برای همینم ترکت کرد. درسته؟ بعضی وقتا میزدمش ولی نه همیشه. فقط بعضی وقتا؟ ببینم پدری با کرب میزنی. معلومه با پدرم، قهرمان سابق بوکس. ایرج بزرگی مطمئنی؟ امیدوارم. وانمود نمی کنم که همسر خوبی بودم ولی دوستش داشتم. تا اینکه اون سر و کله اون نالوتی پیدا شد. ولی اون خیلی وقتی که گم و گور شده. خدا لعنتش کنه، زندگی منو نابود کرد. من این وسط چی کار کنم؟ مامان یه چیزی میگه، تو یه چیزی. علاقش شد. ببینم این کینه شاتاری ربطی به اون مسابقه نداره. همونی که تو رو خونه نشین کرد، همونی که اونو برنده کرد، تو رو بازنده. مامانی که ازازم معذرت میکنم. متاسفم. حالا میفهمم که مادرم از دست تو چی میکشیده. آره حق داری، من خیلی عوضیم. من عوضیم. از من عوضیت مادر توه. بهت گفتی چه سر زنی باشی با نه نه اینا دروغه، اینا رو نه آه نرچی که یه روانی
ترانه. ترانه چرا در قفله؟ باز چی شده؟ سلام. سلام. کیف ترانه هست؟ این بچه چشه؟ چرا اینجوری میکنه؟ نمیدونم، برید از خودش بپرسید. خداحافظ. یعنی چی؟ مگه شما با هم نبودین؟ چرا؟ با هم دیگه بودیم. پس چی میگی الان؟ وقتی چیزی رو نمیدونم بعد چی بگم؟ دروغ میگی، حتما چیزی شده. ببخشید پوران خانم، من کار دارم، خیلی هم عجله دارم. خداحافظ. وایسا، کارت دارم. پشت این خاطرهای گم شده هنوزم یه رد پایی پیداست، یه نفر سایه به سایه با منه، یه نفر که عطر شمری اینجاست. بگویی خاطرهای بی نشون داره از من چیو پنهون میکنه، این معما به کدوم حقیقتی داره زندگی ما مهمون میکنه. دلت اومده همه سال اینا رو از من مخفی کنی؟ چطوری دلت اومده؟ Thank you.
کار میکنم، هشتم داره نهمه، لعنت به این زندگی، گرفتار شدم به خدا قسم. سلام. به نوکرتم احمد جون، فدات شم، خسته نباشی عزیزم، قربونت برم. پول آماده است، اگه اجازه بدیم من تا غروب بهت برسونم حتما. الان نمیشه احمد آقا، مسافر دارم. تو چرا حالیت نیست؟ من مسافر دارم، نمیتونم. ببخشید خانم، طلبکارمه، اگر اجازه بدی یه تو که با سر راه من پولو بهش بدم و برگردم. آقا من کار دارم. زیاد طول نمیکشی خانم، اونم بچهش مریضه، یه تو که با پولو بهش بدم برگردم. بفرم. خیلی کوچیکه پولان خانم. دلت بخواد داد بزن، میخوای منم کمکت کنم؟ ولی اینجا کسی نیست کمکت کنه پوران خانم. تبریک میگم به آرزوت رسیدی. چه کنی دنیا خیلی کوچیکه. وقتی داشتی میرفتی اون برای آب بهت گفتم دنیا داره مکافاته. آره دارم میبینم، عاقبت به خیر شدی قهرمان. خودت بگو چجور مرده ای رو دوست داری؟ آی حوصله چرت و پرتاتو دیگه ندارم. مگه نمیخواستی منو بکشی؟ خب بکش راحتم کن. خیلی وقت منتظر چنین روزی بودم تا زبونتو از حلقومت بکشم بیرون. ولی صدقه سر یه دخترم میبخشمت، به شرط اینکه اونو به این برگردونی. از صدقه سر کسی ببخش که مال تو باشه آقای بخشنده. مثل اینکه نشیدی چی گفتم. گفتم جونتو نه زبونتو. اگه یک کلمه دیگه حرف بزنی از بیخ میبارمش. آره ببارش، چون حقیقتو میگه. بعدشی با حقیقت میخوای چیکار کنی؟ زبون اونم میباری؟ به زبون آدمیزاد حرف بزن ببینم چی میگی؟ ترانه دختره تو نیست ایرج، دختره تو نیست.
دختر تو نیست. چند میگی؟ اگر بس باشه چی؟ دست از سرش برمیداری؟ دروغه، دروغه. من دروغ بگم؟ از ماش کاشی؟ از ماش هم دروغ میگه؟ داری من امتحان میکنی؟ قهرمان، قهرمان، شجاعتت کو؟ اگه تیکه کاغذ میترسی؟ آره؟ آره؟ بالا دعا کن دروغ گفته باشی. باشه این دفعه قامت نمیشم، آزمایشگاه رو من تعیین میکنم. تو تعیین کن. آی منتظرم بمون. روانی نگفتی واسه چی من آوردی اینجاها؟ من از اینجا خیلی خاطره دارم. خاطره؟ با مامان بزرگ چند بار اومدیم اونجا. آخه یادش بخیر. مامان بزرگ خون اهدا میکرد. من گریه. گریه واسه چی؟ آره از خون دادن خیلی میترسیدم اون موقع. مامان بزرگت خیلی مهربون و باهوش بود. یه بار دست منو گرفت گفت پورم بیا و چند تا از این بیمارای هموفیلی که به خون خیلی احتیاج دارن نشون داد. گفت نگاه کن، اهداء خون اهداء زندگی. این جمله تو ذهن من اصلا خیلی تأثیر عجیبی گذاشت. بعد از اون چند بار اومدم اینجا واسه اهداء خون. دقیقا همینجا. ماما چرا؟ منم میتونم خونه اهدا کنم؟ آره چرا که نه؟ خانم نوبت شماست بفرمایید. اول بهترین روز واسه من همین امروز که بامی، دوست دارم باشی کنارم تا برات بشم یه حامی. چقدر انتظار کشیدم واسه این لحظه که باشی، دوست دارم تو هم مثل من منو دوستم داشته باشی. یاد اون روزهای دور دست که من و تو بچه بودیم، فکر نمی کردم که امروز تو همون ترانه بودی. سر داشته باش، همه چی درست میشه. نمیتونم، دلم این سیر و سرکه داره میجوشه. میگم چطوری شغلمون عوض کنم بریم یک کارخونه سیر و سرکه سازی بزنیم ما هم. تقصیری نداری، پدر نشدی که بفهمی من چی میگم. هوا تو ایرج، درسته که پدر نشدم ولی سعی کردم همیشه با حس پدر بودن زندگی کنم. مزارت بخوام، من را ببخشم. این جواب آزمایی چی شد؟ نگران نباش، سپردم به مثل اینکه حاضر شد بردارم بیارم. نمیتونم، آرام و قرار ندارم. آزمایش دی ان ای ایرج، شوخی نیست. سلام. سلام. جواب آزمایش خانم پازو کی هست؟ متشکرم. شما میتونم شد بعدم جان. متاسفم ایرج،
هوا فوران خانومه، ترانه دختر تو نیست. هم که داری حرف اونو میزنی؟ نه، صد جای دیگه هم بری همین حرفو میشنوی. بهتره با این موضوع کنار بیای. من چی میگم؟ ببین ایرج، ایرج که دنیا به آخر نرسیده. بالاخره تو هم یه سر و سامونی به کارات میدی میای دیگه. گفتنش خیلی راحت. سیاوش تو خیلی سخت میگیری. باور کن چش رو هم بذاری یا این دو سه سالم میگذره. حالا اومدیم و همینی شد که شما میگی. از کجا معلوم تو پای من بمونی؟ اونو دیگه تضمین نمی کنم. شوخی کردم. ببینم اصلا رود میشه تو این سوال از من بپرسی؟ نه واقعا رود میشه؟ تو این دور زمونه چه چیزایی که دیدم و چه چیزایی که شنیدم. اوه یه جوری حرف میزنه انگار 50 سالشه. از کجا معلوم تو پای من بمونی؟ نمیدونم، منم اینو تضمین نمیکنم. دیدی جا زدی؟ ولی دل من میگه که میمونی. خوبم میمونی. واقعا؟ واقعا. ببینم ترانه، اشکالی نداره منم تا فرودگاه باهاتون بیام؟ نه چه اشکالی داره، خیلی هم خوشحال میشی. آخه یه معذرت خواهی به مادرت بدهکارم، به خاطر اونم که شده حتما باید بیام. حتما بیا، فقط یه لباس ضد ضربه بپوش چون خیلی از دستت شاکیه. نوار کردی پوران خانم؟ خبریه؟ اینجا چی کار میکنی؟ چی از جون من میخوای دیگه؟ من چی میخوام از جونت؟ بچه من کجاست؟ دختر منو چیکار کردی؟ حرف بزن، حرف بزن دختر منو چیکار کردی؟ ایرج ایرش دارو خدا بلم. ایرش یلا حرف بزن، دختر من کجاست؟ چی میخوای از جون من آقا؟ بچه من کجاست؟ نظرم یلا بگو میگه من نظرم دارو خدا نظرم
همه چون به دنیا همه چون بزن. چرا بعد من که مامان هم بشه چیه بهش نزم بخون بوش نکن بابا یا زهر مار تران بابات مرده اینو بفهم بکن نمیخوام بهت بدم بابا خجالت بکش این چه در ظرف زدن با بچه هست خب گوش کن مامان خودش کم نکمتی بود حالا شسولو به عروسکش وا چه ربطی داره به جای اینکه وقتی تو اینجور بگذرونی ناصر خان پایینه برو من چی کار رو داره بریم قربونت برم بریم عزیزم مادر بزرگ قربونت برم از تو واسه چی داری گریه میکنی عزیزم خب مامان یه چیزی گفت تموم شد قربونت برم الان میشینی پلو مامان بزرگ تو نمیدونی وقتی تو گریه میکنی من چقدر ناراحت میشم میدونی؟ خب آخ تو ببین یه دختر گلی مثل تو نباید گریه کنه عزیزم قربونت آخه بمیرم من میگم یه کاری بکن عزیزم یه خورده تو دراز بکش من برات یه قصه خوب بگم تو خواب بری خوابای خوب ببینی چطوره؟ خوبه خیلی خوب دراز بکش عزیزم قربونه شکلش برم آفرین دخترم آفرین خب یکی بود یکی نبود ببخشید منتظرتون گذاشتم سلام آزم نده چرا زحمت کشیدین شما خیلی ممنون خواهش میکنم متاسفم دوست نداشتم تو همچون اوضاعی مزاحمت بشم خیلی ممنون مصیبت کمی نبود ولی کاش یکم بیشتر تحمل میکردی ایدش خان توی موقعیت به کمک شما بیشتر احتیاج داره سه سال تحملش کردم ناصر خان دیگه توان نداشتم منم آدمم آهن که نیستم شما تصمیمتون قطعیه فکر همه چی رو کردی غربت تنهایی هر چی باشه از این جهنمی که ایرج واسه ما ساخته خیلی بهتره یه آدمی که من میشناسم به این راحتی دست بردار نیست ناصر خان من و بچه هم اینجا اصلا امنیت نداریم ویزاتون آماده است دو سه تا این بچه ها هستن سپردم که هواتون داشته باشه بازم به معرفت شما ایرج که کم به شما بدی نکرد اون همه تهمت و افترا و اون چرندیات واقعا جز خجالت اصلا من چیزی نذاشت اشکالی نداره آبچی من و ایرج یه اون با هم رفیقیم حق زیادی هم به گردن من داره شما بهتر میدونین خیلی اصرار میکرد که با من مسابقه بده و قهرمان موندن آرزوش بود وقتی اومد خواستگاری زنشو تازه از دست داده بود قبول نکرده خیلی ناراحت شد تقریبا هر روز تو کوچه و خیابون سرام سبز میشد یه روز اتفاقی عکسشو بزرگ توی یکی از این مجله های ورزشی دیدم نوشته بود ایرج پازوکی قهرمان بوکس به خودم گفتم دختر دیگه چی میخوای؟ یه قهرمان اومده خواستگاریت حالا زن داشته که داشته مهم نیست تموم شده این شد که دوباره با خاله منیر اومد خواستگاری این دفعه دیگه نه نگفتم قبول کردم زندگی خوبی داشتیم خیلی خوشبخت بودیم خدا ترانه رو بهمون داده بود اما اون مسابقه لعنتی و شکست ایرج به شما بدبختمو کرد خوشبختیمو ازم گرفت میدونین ناصر خان دیگه ایرج حالت عادی نداشت همش دعوا همش کتککاری همش جنگ
باور کنین اون روز که داشتم میبردنش آسایشگاه روانی خیلی دلم برای سوخت، خیلی، ولی من مقصر نبودم، هیچ چاره نداشتم جز این که قبول کنم. طبیعیه، هر چی باشه پدر بچه تونه. آره پدر بچه‌مه، ولی اون بچه دیگه مال منه. دادگاه بعد از طلاق حضانت بچه رو به من داد. ببخشید شما چی کار میکنم؟ با این روز احوال منم زیاد مایل نیستم توی شهر بمونم. شاید رفتم یه جای دور، یه جایی که خودم باشم و خدای خودم. کی خوابه کی بیدار، کی بیداره کی خواب. خیلی زحمت کشیدید. امیدوارم که بیشتر لازم فکر کنید. در صورت ناصر خان از همدردیتون ممنون. مزاحمت نمیشم. خوش اومدین، به سلامت. دیوونگی های تو وحشت داشت. اون شب جنازه ترانه رو تو زیر زمین خونه دفن کرد. مواده یه وقت گوش تو برسه میترسید به فهمی و هر دوتا مونو به خاطر یه گناه ناکرده بکشی. اون شب وحشت تو بند استخوناش نفوذ کرده بود، عقلش رو از کار انداخته بود. منم که اصلا حالی نبود چه خاکی به سرم شده. درست یا غلط تنها رایی بود که به ذهن اون پیرزن رسیده.
منم را چند روز بعد مامان با نوه یکی از خدمتکاری خانوادگیشون اومد خونه با یه بچه زارن اون طفلکی هم پدر مادرش رو توی حادثه دریایی از دست داده بود مادر بزرگ علیل و تنگ دستش هم نمیتونست تر خوشگش کنه من تا مدت ها فکر میکردم اون ترانه خودمه ای وای باورم نمیشد اون حادثه واقعیت داشته باشه همیشه فکر میکردم یک کابوس بوده حالا هم ترانه من ترانه تو زیر زمین خوابیده آخه اگه نمیخوابید اگه اون روز خودشو به خواب نمیزد ای با نه ترانه ترانه میکشمت دیگه دیگه بکنم آره دست درد کنه امروز خیلی بهت زحمت دادم ولی واقعا بهم خوش گذشت خب خوشحالم که بهت خوش گذشت من خیلی خوشحالم از این که بالاخره این منطق تو رو راه انداختم منطق من از همون اولش هم راه افتاده بود من فقط از این خوشحالم که بالاخره با جناب عالی برای آینده به یه توافقی رسیدم واقعا این همون اعتماد به نفس است سیاوش تو تا یه دور بزنی من برم لباسمو عوض کنم نه من جایی کار خاصی ندارم منتظرت میمونم تا لباسمو عوض کنی یا برگرد پس زود برمیگردم الان میگم Thank you.
شدی؟ مامان الهی بمیرم برات، که این بلا به سرت آورده؟ دوز اومده چرا یه پایش؟ کو کجا؟ به من نگاه چی شد؟ ترانا خانم خوش اومدی، به مهمونی ما خوش اومدی. بابا خواهش میکنم بیا پیش من، همیشه من بمون. نه ترانه نرو پیشش، تو خدا نرو پیشم، از به دختر من نیار. مامان این چی میگه؟ ترانه دختر منه، تو جونشو گرفتی، تو اسمشو. آخه یکی به من بگه اینجا چه خبره؟ ترانه، ترانه شما دوتا باید قصاص پس بدین. نامرد تو رو خدا بس کن، بس کن دیگه، خسته شدی خفه میشی یا نه؟ یا مادر قلابی تو افرسمون دنیا ها؟ آخه چرا این کار رو بس کن ایرج، به خدا داری اشتباه میکنی. آروم باش، تو رو خدا آروم باش. من آرومم، آروم 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 ترم میشم، به شرط اینکه بگی اون ناصر نامرد کجاست. خدای من، خدایا، خدا داد بزن، هرچی که دوست دادی داد بزن. آره اگه ما شکارت کردیم خواهش میکنم. آره؟ چرا معطل ایرج؟ با خوشراحتم کن، بذار تموم شه. سب داشته باش، اونجاش هم میرس. خواهش میکنم ماما، اون حالش خوب نیست، قصر به سرش نزار. راست میگه، حالم خوب نیست. حالا بابا ناصرت میاد جمع اون جمع میشه. آره بابا جون، به خدا اشتباه میکنی بابا، باور کن اشتباه میکنی. عجیبه، چرا جواب نمیده؟ الان دو ساعته که من اینجا، گفت زود بر میگرده. بس کن دیگه. کجا موند؟ منتظرشم. اون ناصر کسافت کجا موند؟ این از به خدا داری اشتباه میکن، به خدا این از چی بگم؟ چه موند ناصر؟ ناصر کجا؟ یه آخری ماما ماما نداشته باش، تو رو خدا.
روانی جموند منتظرش جموند ناصر کس هم فرد خودت بگو چی کار کنم که عدالت برقرار بشه چشم در مقابل چشم بدی در حق تو کرده بودم که این معامله رو با من کردی چطور دلت باید اون کار رو با اون طفل معصوم بکنی به تو میگن مادر اینجوری میخوای سنزانش به تو بگیری مادر اینجوری نبودی رج کمکون ناصر بی همه کیز نامه عدم صلاحیت داره من بگیری ای بی همه کس حتی که گره پوران خانم با اون دکتر ای نامر چه قولی داده بودی که حکم دیوونی یه منو بدن فکر کردی تا ابد تو اون دیوونه خونه میمونم نه خدا اشتباه کردی پونام خانم اشتباه کردی اون ناصر نامرد کجاست که بیاد نجاتم بده پاسپورت دست شما؟ آره عزیزم تو فیلم رو نگران نباش. مراقب باشین چیزی جا نذارید.
آقا سیاوش واقعا شرمنده شما شدید سفر ایشا رو جبران کنید. خواهش میکنم. کاری نکرد. نه مامی راست میگه، واقعا خیلی بهت زحمت دادی. اصلا هم دوست نداشتیم درگیر این ماجراها بشی. مهم نیست، هر اتفاقی افتاد همه رو پای قسمت میذاریم. انشالله سفرهای بعدی حتما بهتون خوش میاد. شامپور آرام باش تزریق کردم، شما فقط مواظبش باش. شما مطمئن باشید من نمیذارم از جاش تکون بخوره. باشه. گمش کردم، اون که دنبالش یه عمر میگردم. شاید همون باشی که اینو میدونه، عطر تو رو داره سر تا سر خونه، عطر تو رو داره سر تا سر خونه. کدوم ستاره بود تو نفس نداشت، کی بغض این فاصله رو تو سرنوشتمون گذاشت؟ کدوم ستاره بود که بودن تو نفس نداشت، کی بغض این فاصله رو تو سرنوشتمون گذاشت؟ پشت پلکامی احساس من میگه اونی که میخوامی. میتونی لبخندم تو قاب فرداشی، من شک ندارم تو شاید همون باشی. کدوم ستاره بود که بودن تو نفس نداشت، کی بغض این فاصله رو تو سر نوشتمون گذاشت؟